خدا با شماست دوست خوب من آیا شما امروز دل شکسته، ناامید و افسرده هستید؟ آیا خودتون را فراموش شده همه و کاملا تنها و بیکس توی این دنیا میدونید؟ آیا فکر می کنید هیچ کس شما را دوست نداره و هیچ کسی برای وجودتون ارزش و اهمیتی قائل نیست؟ اگه شما اینطور احساسی دارید اگه افکارتون اینطور هستن و خودتون را کاملا عاجز و درمونده میدونید باید بدونید که اگه شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودتون ایمان دارید باید امیدوار شاد و دلگرم باشید بله دوست من اگه شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودتون ایمان دارید هرگز تنها نیستید کسی هست که شما را بیشتر از جان خودش دوست داره و همیشه در کنار شماست کسی هست که شما را بهتر از خودتون میشناسه و کاملا از تمامی احوال و شرایط زندگیتون آگاهه او در کنار شماست در همه جا و در همه شرایطتون صرف نظر از اینکه شما در مورد خودتون و شرایط زندگیتون چطور فکر میکنید باید این حقیقت را بدونید که یک شخصی همیشه به دنبال اینه تا با شما دوست باشه و رابطه گرم، صمیمی و عمیقی داشته باشه بله یک شخصی همیشه هم در کنار شماست تا با محبت و حکمت خودش شما را کمک کنه تا تصمیمات صحیحی توی زندگیتون اتخاذ کنید یک شخصی همیشه هم در همه جا و در تمامی شرایط با شماست تا بهتون کمک کنه تا به قدمهاتون قوت به دلتون امید و به فکرتون خرد بده تا بتونید در اراده خدا برای زندگیتون بمونید و در اون اراده هر روز شاد و موفق زندگی کنید بله دوست خوب من یک کسی همیشه در کنار شماست که همیشه بهترین ها را برای شما منظور داره کسی که از پیروی از حکمت او نه تنها به شما توی این دنیا برکت و رضامندی واقعی را میچشونه بلکه اطاعت از او نهایتا موجب دریافت حیات ابدی و زیستن تا ابد با وی در بهشت را به ارمغان میاره آیا میخواهید با این شخص دوست بشید و رابطه گرم، صمیمی و پربرکتی را آغاز کنید؟ آیا می خواهید کسی که شما را از جان خودش بیشتر دوست داره به طور صحیح بشناسید؟ پس بیایید به کلام خدا مراجعه کنیم و اجازه بدیم تا کلام خدا ما را با این همراه دلسوز و مهربانمون به طور صحیح از نزدیک آشنا کنه. عزیزان در کلام خدا کتابی هست به نام امثال این کتاب دارای سی و یک فصل یا سی و یک بخشه برای شناخت شخصی که دنبالش می گردیم مطالعه فصل هشتم کتاب امثال در کلام خدا به ما کمک می کنه. وقتی ما با کمک خداوند این قسمت از کلام خدا را یعنی فصل هشتم از کتاب امثال را با دقت مطالعه می کنیم میبینیم شخصی که ما دنبالش میگردیم یعنی همون همراه دلسوز و مهربان ما که همیشه در همه جا و تمامی شرایط زندگیمون با همونه به صورت حکمت ترسیم شده حکمتی که این قسمت از کلام خدا به ما معرفی میکنه مثل حکمت محدود و ناقص ما انسانهای محدود نیست حکمتی که در این قسمت از کلام خدا با اون آشنا میشیم حکمتی فریبکار، خودخواه و سودجو نیست او حکمتی ناقلا نیست حکمتی که در کلام خدا در کتاب امثال فصل هشتم با اون آشنا میشیم حکمتیه که تمامی معرفت، فهم، درایت، درک و شعور انسانی از او سرچشمه میگیره اما با وجود این حکمتی که سرچشمه معرفت، فهم، درایت، درک و شعور انسانیه فقط قسمتی از اون شخصیه که هم میشه با ماست او ما را بیشتر از جان خودش دوست داره و مایل تا با ما در رابطه گرم، صمیمی و دائمی باشه دوست خوب من میخواهید بدونید اون شخص کیه؟ اون شخص ایسای مسیح، بله ایسای مسیح کسی که شما را بی نهایت دوست داره و همیشه بهترین های خودش را برای شما منظور داره کسی که مشتاقه تا اگه شما بهش اطمینان کنید و ایمان بیارید همیشه بهترین های خودش را به شما هدیه بده اما شاید شما در حال حاضر اونقدر ناامید، دلشکسته و ناتوان خودتون رو تصور میکنید که داشتن رابطه با چنین شخص نازنینی به نظرتون امکان پذیر نیست. شاید به اشتباه پیش خودتون فکر میکنید چطور این منبع معرفت درک و شعور انسانی شخصی که اینقدر سخاوتمند، مهربان، توانا و داناست میتونه یا میخواد بیاد با یک انسانی مثل من که اینقدر زندگیش در بداغونه رابطی شخصی داشته باشه چه برسه به اینکه بخواد بهترینهای خودش را هم به من عطا کنه؟ عزیزان یک دلیل اینکه چرا شما اینطور فکر میکنید میتونه این باشه که شما به چشم انسانی خودتون نمیتونید او را در شکلی مشاهده کنید و دیگه این که شما نمیتونید او را با دستهای خودتون لمس کنید تا بتونید به طور فیزیکی حسش کنید ما انسانها معمولاً معمولا عادت کردیم به چیزهایی باور داشته باشیم که چشم انسانیمون میتونه اونا ببینه و دست همونم هم بتونن اونا لمس کنند. شاید هم شما تا حدی با عیسی مسیح آشنایی دارید ولی او را به طور شخصی به قلبتون نپذیرفته اید یا شاید شما با شک و کم ایمانی با عیسی مسیح گاه گاهی صحبت می کنید یا شاید در این شک و کم ایمانی خودتون وقتی شرایط زندگی تلخ و لاینحل به نظرتون میرسه با خودتون کلنجار میرید و میگید من مطمئن نیستم که عیسی مسیح بتونه یا بخواد به من کمک کنه تا مشکلم حل بشه یا این نیازم برآورده بشه شاید شما تا این حد ایمانتون به محبت، وفاداری، حکمت و قدرت عیسی مسیح پیش میره که در شرایط دشوار زندگیتون میگید امیدوارم که او بخواد یا شاید بتونه به من کمک کنه. در این صورت در واقع شما از صمیم قلب و با تمام وجودتون ایمان و اعتماد ندارید که خداوند و منجی شما عیسی مسیح بسیار مشتاق و کاملا قادر تا هر مشکل شما را حل کنه یا هر نیاز زندگی مسیحی شما را برطرف دوست من اگه در یک چنین زمانهایی که نمیتونید کاملا به عیسی مسیح اعتماد و اطمینان داشته باشید بمونید و به شناخت بهتر از او مصمم نباشید ذهن شما شروع میکنه به دروغ گفتن به شما اون وقت افکار و عقاید شما در محدوده ای نه عیسی مسیح این مشکلات من براش اهمیتی نداره راکت میمونه اگه به مطالعه کلام خدا شناخت بهتر و روزانه از عیسی مسیح و وقت گذرونی شخصی با او ادامه ندید به تدریج شخص اشتباهی در ذهنتون نقش میبنده شخصی که عیسی مسیح واقعی نیست عیسی مسیح دوست وفاداری که همیشه در همه جا و در همه شرایط زندگی با شماست و هرگز تنها تون نمیگذاره در صورت خواست قلبی شما و در از او خودش را به طور صحیح، واقعی و قابل لمس به شما میشناسونه. عزیزان عیسی مسیح نمیخواد موجودی مجهول و به طور صحیح ناشناخته شده در ذهن شما بمونه عیسی مسیح نمیخواد موجودی بی تفاوت نسبت به شما و شرایط زندگیتون باشه عیسی مسیح شما را خلق کرده و قبل از خلقتتون برای زندگی شما نقشه ای در سر داشته عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا شما بتونید اون نقشه ای را که برای زندگیتون داره به خوبی بشناسید بعد با کمک خود او در اون نقشه زندگی کنید بله دوست خوب من عیسی مسیح دلش میشکنه وقتی میبینه که شما فکر میکنید وجودتون یا شرایط زندگیتون براش اهمیتی نداره لطفا دقت بفرمایید اگه شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودتون ایمان قلبی دارید اگه زندگی خودتون را کاملا به او تسلیم کرده اید او حالا واقعا مشتاقه تا با شما رابطه ای لحظه به لحظه داشته باشه رابطه ای که شیرینه و ارزش واقعی شما را در چشم خداوند عیسی مسیح بهتون میچشونه دوست خوب من تنها کاری که به هنگام روبرویی با مشکلات زندگی باید انجام بدید اینه که به سوی عیسی مسیح منجی و خداوند خودتون برید شما دیگه لازم نیست بعد از ایمان به عیسی مسیح در صورت دشوار شدن شرایط زندگیتون یا روبرویی با نیازی مبرم خودتون را بیکس تنها و فراموش شده قلمداد کنید شما خدای قادر مطلق دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضر را در کنار خودتون دارید خداوند پدر آسمانی دوست وفادار مهربان و دلسوزی که حتما جواب درخواست های شما را میده اگه شما بخواهید که صدای او را بشنوید بنابراین بیایید از این لحظه به بعد در شناخت این منبع محبت، فهم و معرفت انسانی این خدای قادر مطلق، دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضری که با ماست این پدر آسمانی مهربانی که ما را در حکمت الهی خودش برای زندگی در نقشه خاص و مقدس آفریده را به طور صحیح بشناسیم شما را تشویق می کنم که برای شناخت این همراه دائمی پر محبت خودتون با مطالعه کلام او شروع کنید. قبل از هر مطالعه در کلام خدا به او بگید عیسی مسیح من می خوام تو را واقعا بشناسم و با تو ارتباط داشته باشم. به من کمک کن تا کلام تو را درک کنم و تو را بهتر بشناسم. نقشه ای که برای زندگی من داری را به من نشون بده و کمکم کن تا در اون نقشه بمونم و زندگی کنم دوست خوب من مطمئن باشید که عیسی مسیح حتما این خواسته شما را از او جواب میده و دیگه شما هرگز خودتون را تنها بی و ناامید نخواهید دونست چون که نه تنها هدف از وجود خودتون بر روی این زمین را خواهید فهمید بلکه با کسی هم را خواهید بود که تونسته هم شما و هم این هستی را از هیچی به وجود بیاره دوست خوب من تنها زندگی کردن در این چهارچوبه که ارزش زیستن داره زندگی با ایسای مسیح در جهت انجام نقشه او در زندگیمون. کلام خدا در کتاب امثال فصل هشت و آیه هفته می آنان را که دوستم دارند دوست می دارم و آنانی که مرا به جد بجویند می آبند. آمین دوست خوب من آیا خداوند عیسی مسیح را دوست دارید؟ آیا در جستجوی شناخت از او جدیت دارید؟ عیسی مسیح را دوست بدارید چرا که او شما را دوست داره در شناخت بهتر از عیسی مسیح کوشا باشید تا او را واقعا بشناسید شنوندگان عزیز امیدوارم که این مطالعه در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه در پایان این برنامه مایلم این فرصت را به شما بدم تا برای اطمینان از بخشش تمامی گناهانتون دریافت آرامش الهی و حیات ابدی با خداوند به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند ایمان بیارید شما میتونید از صمیم قلب به خود عیسی مسیح بگید خداوند من اعتراف می کنم که گناهکارم و به بخشش و فیض الهی تو محتاجم عیسی مسیح من ایمان میآورم که تو تاوان تمامی گناهان من را به جای من یک بار برای همیشه بر روی صلیب کاملا پرداخت نمودی عیسی مسیح من ایمان میآورم که تو پس از آن که بر روی صلیب به جای من مردی از مردگان قیام نمودی و حال زنده ای من به تو به عنوان منجی و خداوند خودم ایمان میآورم. آورم عیسی مسیح من زندگی خودم را به تو تسلیم می کنم به قلب من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن در نام عیسی مسیح درخواست می کنم آمین خدا را شکر شنوندگان عزیز با تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از ایسای مسیح فیض و آرامش الهی او همواره با شما آمین